دلیل پیدا نکردن عامل اسید پاشی در اصفهان از زبان رئیس پلیس آگاهی ناجا. سردار محمد رضا تقوی درباره اینکه چرا پرونده این اتفاق بعد از 3 سال هنوز بسته نشده گفت: همکاران من اون موقع تونستن با توجه به کشف مدل حرکت فرد اسید پاش محل و زمان دقیق اسید پاشی بعدی وی را پیش بینی کنند و قطعا به محض اقدام بعدی او موفق به دستگیری عامل اسید پاشی های اصفهان می شدند. مطمئنا اگر فضای جامعه در شرایط آن موقع آرامتر بود و فضا به شکلی در رسانه ها پیش نمی رفت که مجرم احساس خطر کند، قطعا از محل اختفای خود خارج می شد و ما قادر به دستگیری وی می شدیم. اما متاسفانه برخی حرف ها که لازم به گفتنشان در آن زمان نبود در رسانه ها مطرح شد و مجرم با احساس خطری که کرد از محل اختفای خود خارج نشد و دست به عمل بعدی نزد. مقیمی با تاکید بر اینکه در صورت ادامه فعالیت اسید پاش پلیس می توانست در اقدام بعدی وی او را پیش از ارتکاب جرم دستگیر کند ادامه داد: متاسفانه فضای رسانه‌ای در خصوص اسید پاشی اصفهان باعث شد که حتی شرایط برای وقوع جرائم مشابه هم در این شهر فراهم بشه. به عنوان مثال در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد فردی که در همان زمان اقدام به آتش زدن منازل برخی از شهروندان اصفهانی کرده بود و یا با چاقو بدن تعدادی از زنان اصفهان را مجروح می‌کرد اصلا اهل شهر اصفهان نبود و پیش از هر کدام از این جنایت‌ها با اتوبوس از یکی از استان‌های دیگر به شهر اصفهان می‌آمد و پس از ارتکاب جرم از شهر اصفهان خارج می‌شد. ایستگاه خبر انقلاب.